بررسیهای های انجام شده نشان می دهد که نه تنها تعداد جمعیت مسلمانان در ایالات متحده آمریکا روز به روز در حال افزایش است بلکه موفقیت های آنان در عرصه های مختلف نیز به شکل روز افزونی در حال گسترش است در همین راستا تعدادی از نامزدهای مسلمان در انتخابات محلی آمریکا که در روزهای اخیر در چندین شهر و ایالت این کشور برگزار شد پیروز شدند و این موضوع به منزله موفقیتی چشمگیر برای مسلمانان به شمال می رود. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بر اساس نتایج اعلام شده توسط رسانه های امریکا برای نخستین بار یک کاندید مسلمان لبنانی آمریکایی شهردار شهر دیربرن که اکثریت ساکنان آن مسلمانان عرب هستند شد. عبدالله حمود سی ساله که لبنانی الاصل است از حزب دموکرات اولین فرد عرب تباری است که کرسی شهرداری دیربورن را به دست آورد همچنین آمر قالب 42 ساله که یمنی تبار است توانست با پیروزی بر رقیب خود که به مدت 16 سال شهردار هامتراک در ایالت میشیگان بود سمت شهرداری این شهر را کسب کند اما در نیویورک یک نامزد زن مسلمان بنگالی تبار برای نخستین بار توانسته است به شورای این شهر راه یابد. شاهانا هنیف به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ نیویورک وارد شورای این شهر شد. انتخاب اولین زن مسلمان در شورای شهر نیویورک تاریخ ساز شد. حدود 769 هزار مسلمان در شهر نیویورک زندگی می کنند.